رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا به ما پیوسته. چطور تفسیر میکنید آقای گوهرزاد این افزایش محبوبیت در این فاصله کم؟ دلیلش چه میتونه باشه؟ تبلیغات، شناخت بیشتر، کنار رفتن آقای بایدن، چه دلیلی به نظرتون هست؟ دیده شدن بیشتر خانم کاملا هریس، یعنی وقتی ایشون معاون رئیس جمهور بود اصلا دیده نمیشد. الان از زمانی که این اتفاق افتاده و مطرح شده که ایشون نامزدی حزب رو خواهد داشت بیشتر دیده میشه، طرح بیشتری داره بین مردم. مردم نگاهشون به رسانه هاست و وقتی که بیدار میشن ببینن که این رسانه ها چی دارن میگن و چگونه است، بیشترین آگاهیشون رو از رسانه های تصویری میگیرن و در نظر ارتباط با تصویر به چهره اون فرد نگاه میکنن، صداقت رو پیدا میکنن، نگاه میکنن ببینن آیا میشود به اون فرد اطمینان کرد یا نمیشود. برای همین هم هست که شما خود حزب دموکرات بر اساس آماری که اشاره کردین به سادگی متقاعد نشده و برای همین بود که بسیاری هنوز معتقد بودن که آقای بایدن حالا اون شب ضعیف بوده ولی باید بیاد ادامه بده. ولی خب آمدن خانم هریس و اینکه نشون میده جا رو میتونه پر کنه خیلی اهمیت داره. چه چیزی فکر میکنید باید مهمترین موضوعی باشه که ما انتظار داریم امشب خانم هریس بهش اشاره کنه؟ خود من انتظار دارم که ایشون فقط نره روی مسئله سقط جنین و این مسائلی که مسائل زنانه، ایشون باید بتونه بگه که چه کسانی رو برای اینکه در منطقه بتونن آرامش و صلح برقرار کنن مأمور میکنه. یعنی مثلا آقای جاش شپیرو رو انتخاب نکرد برای معاون، ولی ایشون یک یهودی بسیار آگاه هست و خیلی هم خوب صحبت میکنه، جوان هم هست. خب اگر ایشون رو بفرسته به عنوان کسی که بتونه آتش بس رو برگزار کنه و بتونه صحبت بکنه بسیار مورد نظر خواهد بود. خانم کامالا هریس این حرفی که میگن که پالیسی نداره و اعلام نکرده پالیسیشو در وبسایتش، درسته، برای اینکه روی پالیسی آقای بایدن داره کار میکنه، ولی باید نشون بده اون تفاوت‌هایی رو که میگه که میگن که اومده برای تغییر، اون تفاوتی رو که با آقای بایدن داره اینو باید نشون بده. نشون دادن تفاوت‌ها اصلا مخالفت یا انتقاد بر کسی نیستش. شما میتونید در یک سازمان و یک گروه معاون کسی باشین ولی دیدگاه متفاوت داشته باشین. من انتظار دارم خانم هریس اون چیزی رو که مردم میخوان امشب مطرح کنه و اون مسئله اقتصادی و تورم است. آمریکا به درستی در نظر بیکاری شمارش کم شده، این رو آقای بایدن عرضه کرده و خانم هریس میتونه روی این کارنامه کار کنه، ولی مردم هنوز نانی که به سفرهشون میاد گرونه. اینو باید بتونه مطرح کنه که چگونه کار میکنه، یا بتونه رأی اتحادیه کارگری رو با فرستادن نماینده هایی در اونجا یعنی جلب کنه. من انتظارم این است که خانم هریس امشب بگه که چه کسی رو نماینده میکنه که در کدوم ایالت بره و فعالیت بکنه، ولی اینو نخواهیم شنید متاسفانه، برای اینکه هنوز شاید زود فکر میکنن، ولی درسته که وقتش اتفاقا همین الانه. وقتی شما 75 روز تا انتخابات دارین و کمپینتون رو خیلی دیر شروع کردین، بهتر این استش که کمپین رو با شکل سنتیش ادامه ندیم. من انتظار دارم خانم کامالا هریس به مسائلی که همیشه حزب روش کار کرده که فکر میکنه که همیشه بر اساس اون برنده میشه، خب رأی زنان رو در مسئله سقط جنین به دست میاره. چند درصد دیگه زنان حاضرن به مسئله سقط جنین رأی بدن اگر جمهوری خواهن یا اگر تصمیم ناگرفته هستن؟ اینها مسئله مهمه، باید بتونه اون تصمیم ناگرفته ها رو اطمینانشون رو جلب کنه و مسائل مورد نظر جوانان رو حل کنه. یعنی مسئله جوانان مسئله امروز جامعه است. نمیشود با آدمای کهنسال به مسئله امروز جوان ها نگاه کرد. هر نسلی از نسل پیشین خودش 50 سال 75 سال اختلاف داره. یه زمانی نگاه میکنه به آینده 25 سال دیگه، یه زمانی نگاه میکنه به 25 سال پیش پدرانش و میبینه اونا در چه شکلی بودن. به این ترتیب میتونه هر نسل نوینی 75 سال اختلاف داشته باشه با اون نسلی که هست. امروز خانم کامالا هریس باید سخنان نسل جوان رو به زبان بیاره، باید ببینه که جوانها چی میخوان. جوانها در این دنیا در جستجوی صلح و انسانیت و نزدیک شدن به یکدیگر هستیم. این فاصله های دو قطبی رو علاقمند نیستن. ببینید وقتی بچه ها موسیقی رو یک جور انتخاب میکنن، وقتی در هنر نقاشی و هنر نویسندگی به هم شباهت دارن، یعنی فرزند من و دیگری در آمریکا
همون کتاب رو میتونه بخونه که اون فرد سیاه‌پوست یا فرد لاتین تبار و یا یک فرد در فرانسه به اون علاقه بنده. این نشون میده که جهان، درسته که میگن دهکده جهانی، ولی این دهکده جهانی به هم خیلی نزدیک شده. ما قرار نیست شبیه هم باشیم، قرار است که همدیگر رو تحمل کنیم و برای تحمل کردن همدیگه باید آگاهی بیشتری بدهیم. خانم کامالا هریس، من انتظار دارم امشب حرف نو بزنه، حرفای تکراری که همه میزنن قابل توجه نخواهد بود. ما شاهد این بودیم که آقای جفری، حکیم جفری دیشب چقدر با علاقه صحبت کرد، یا خانم میشل اوباما در پیش از اون، شب پیش از اون. باید یه نوعی پیوند رو با جامعه برقرار کنه، جامعه‌ای که فکر می‌کرده آقای بایدن قراره بیاد و خب تصمیمش گرفته که یا به بایدن رأی میده یا نمیده، ولی حالا باید اون جامعه رو، حتی کسانی که به بایدن می‌خواستن رأی بدن، متقاعد کنی که من برای شما فکر می‌کنم. آمدن خانم ای او سی در شب اول، آمدن خانم الیزابت وارن امشب و آقای برنی سندرز در شب گذشته کمکی هست به ایشون که نشون بده که در کدوم راستا داره حرکت می‌کنه.